محصلان عزیز، عرض سلام مجدد. به ادامه بحث موضوع Single Level Inheritance هستیم که در اینجا بحث بین یک کلاس با کلاس دیگر است. در جلسه قبل توضیح دادیم، کلاس Parent ایجاد کردیم، همچنین کلاس Child ایجاد کردیم و دانستیم که محتویات کلاس Parent به کلاس Child اضافه بکنیم و بعد کلاس چایلد تانستم که آبجکت رو ایجاد بکنیم و در نتیجه اجرا بکنیم. از اینکه انهرتنس یک بحث کاربردی و مهم هست، باز هم مثال دیگری را به شکل دیگری برای شما میتونیم در اینجا کار بکنیم. بعد من در اینجا یک فایل جدید ایجاد میکنیم. این فایلتان هر نامی داشته باشه مشکل ندارن، میشه که به نام parent 1 داد جاوا یا parent نوشته میکنیم، چون قبلش به نام execute است مشکل ندارن، یعنی زمان قابل قبول نیست که دو فایل هم نام باشه و رنگ سرخ وقتی در اینجا نشان میده به این معناست که فایل قبلی وجود داره به اینم و شما کوشش کنین که فقط نام تغییر بدن، دیگه هیچ مشکل در اینجا پیش نمیان. بعد زمانی که اینا رو اجرا میکنیم میبینیم که فایل ایجاد میشه، ذخیره میشه و باز میشه. بعد در اینجا میتونیم بعضی معلومات دیگر هم بنویسیم. در اینجا میتونیم با یک کلاس به شکل تعریف، یک متد به شکل تعریف میکنیم به نام void info و در اینجا وین یک برس باز و بسته. در داخل متد معلومات میتونیم داشته باشیم و همچنان میتونیم که بعضی معلومات خارج از متد هم داشته باشیم. هیچ مشکل در اینجا وجود ندارن. مثلا میخواییم بعضی معلومات به این شکل نوشته کنیم که انت آیدی مساوی میشه با 100، یک کمی تغییرات میاریم. بعد نوشته میکنیم که استرینگ نیم، مثلا معلومات یک کارمند یا یک شخص اگر خواسته باشیم داشته باشیم در اینجا به این شکل اضافه میکنیم. کارمند ماست به نام تنین مثلا و آخرش هم به سمیکالن ببندن. مثلا نوشته میکنیم که استرینگ اف نیم، یعنی نام پدر کارمند چی هستن، میشه که نام پدرش به نام متین داشته باشیم به این شکل و یه را هم آخرش یک سمیکالن بسته میکنیم که استیتمنت های ما تکمیل شده و بعد در اینجا میم استرنگ نشته میکنیم و میشه که آدرس کارمند هم در اینجا به عنوان یک وریبل داشته باشیم و آدرسش از شهر کابل یا ولایت کابل است به می اندازه اکتفا میکنیم. این معلومات در اینجا داریم. بعد میم میخواییم که اینا قابل اجرا یا آوتپوت هم داشته باشه. وقتی خواسته باشیم آوتپوت داشته باشه باز میم سیستم داده و داد پرینتلین اینا رو در داخل یک متد باید تعریف کنیم، چرا که ما میخواییم که چون وقتی که میخواییم یک عمل انجام شود، تسک انجام شود، در اینجا باید حتما متد ما داخل بسازیم. اگر اینجا به شکل مستقیم شما میخواییم نوشته کنیم سیس اوت، میبینیم که انتلسنسش نمیاد. دلیلش است که ای در داخل کلاس است، در داخل متد وجود ندارن. پس وقتی که در اینجا میم در داخل متد قرار میگیریم، در اینجا وقتی نوشته میکنیم سیس اوت، میبینیم که سیس اوت انتلسنسش میاد، یعنی قابل قبول هستن. اگر خارج از متد ما رو نوشته کنیم با زیره برای ما سیس اوت قبول نمیکنن یا آوتپوت نمیدن. بعد ببینیم که نقش متد در اینجا اجرای یک تسک یا اجرای یک وظیفه یا یک عمل هستن. پس خب در اینجا میتونیم که نوشته کنیم که the employee ID یک مسیج نوشته میکنیم و این دلخواه هستن، حتمی نیست که شما مسیج به این شکل بنویسید. the employee ID is به این شکل یک مسیج نوشته میکنیم و در اینجا کنکتنیت کنیم. این عبارت از string operator است که بخش string با بخش variable یک اتصال بینشان به وجود میاره، یک رابطه بینشان به وجود میاره و آیدی دقیقا داخل وریبل آیدی هستن، در اینجا اینا رو میگذاریم. بعد در اینجا بازم نوشته میکنیم سیس اوت و دومش نوشته میکنیم که در امپلایی نیم است، مثلا نام کارمند یک قسم یک مفهوم داره، در نام کارمند هرچی که هست اونا باید در اینجا اضافه شود و نام کارمند در داخل وریبل به نام نیم هستن. ای دوتا مشخصه و مشخصه سوم کارمند که نام پدرش هست اونا رو هم میخواییم که در اینجا نوشته میکنیم که the employee father name مثلا به این شکل یا f name یا پوره نوشته میکنیم اینا را. f name به بالا به خاطر نوشته کنیم که در اونجا به شکل variable بدن و در مسیج اینا را مکمل نوشته میکنیم یا کامل نوشته میکنیم و در اینجا از variable به نام f name استفاده میکنیم. هرچی که در داخل variable f name ذخیره باشه اونا را برای ما نشان میده و بعد میم بازم sys out و در اینجا نوشته میکنیم که the employee آدرسیس به این شکل و در اینجا یک
فاصله برای زمان اضافه میکنیم و درجه نویشه میکنیم آدرس. برای بله سوم ما ببینیم که این معلومات در داخل کلاس پرنت همیشان تعریف شدن و پرنت در اینجا به شکل ایرر نشان میده و اگر خواسته باشیم که ایررشان برداشته شد میتونیم که از اینجا چون من متد دینا نیستن از حاضر پبلیک قبول نمیکنن. اگر من متد داشته باشیم باز پبلیک کدوم مشکل ندارن. بعد بیم در اینجا در قسمت کلاس بعدی که اینجا داشته باشیم در اینجا باز کلاس دیگر ایجاد میکنیم به نام کلاس چایلد به این شکل. حالا دقیق باشیم که ما چطور میتونیم که معلومات از یک کلاس به کلاس دیگر اضافه کنیم و در اخیر از کلاس سومی اون را اکسس کنیم. در اینجا هم بعضی معلومات دیگر اضافه میکنیم، مثلا نام و نام پدر و آدرس شناش در اونجا اضافه شد. در اینجا نشون میدیم که استرینگ پوزیشن به این شکل. دقت کنین که یک تعداد معلومات مهم از یک کلاس اکسس کنیم و تعداد معلومات دیگر از کلاس دیگری. پوزیشن از اینا رو میشه که در اینجا به نام منیجر مشخص کنیم و بازم در اینجا نشون میکنیم استرینگ مثلا سالری و این میشه که یک معاش برشان در اینجا در نظر بگیریم 2000 یا 20000 و خوب است که کرنسی را هم در کنار از اونا اف اضافه کنیم که یعنی افغانی هستند. و همچنان در اینجا یک مشخصه دیگر هم اضافه میکنیم استرینگ کانتکت به این شکل و یک نمبر تلفن در اینجا نوشته میکنیم با کد نمبرشان یک نمبر می نویسیم و بعد در آخر از اون هم سمی کلام به این شکل. اگر خواسته باشیم که این معلومات داشته باشیم بازم در اینجا میایم از وید استفاده میکنیم. وقتی که وید در اینجا میگذاریم و میبریم که معلومات دیگری از اونا که انفو هستن یا ادامه انفو هستن اینا رو هم میتونیم در داخل یک بخش دیگری اضافه کنیم. اگر خواسته باشیم که این بخش وید در این کلاس دومی داشته باشیم هم مشکل به وجود نمیان. این همه از اینا رو میتونیم در داخل یک متد اضافه کنیم. مثلا اینجا نوشته میکنیم که انفو و بعد معلومات میتونیم که در اینجا داشته باشیم. بعد سه تا معلومات کارمند بازم در اینجا اضافه شده. خیلی دقت کنین که ما چه تغییرات میاریم. در اینجا نوشته میکنیم که the employee position is به شکل کالن و در اینجا نوشته میکنیم پلس و در اینجا نوشته میکنیم پوزیشن. اینا و بعد بازم سیس اوت یک تای دیگه هم اضافه میکنیم و بعد در اینجا نوشته میکنیم که the employee salary is به این شکل کالن اسپیس و بعد اینجا نوشته میکنیم salary و بعد نوشته میکنیم که سیس اوت یک تای دیگه هم و ای بار نشته میکنیم که the employee contact number به شکل contact is امیدقدر space و بعد در اینجا plus contact به شکل. میبینیم که سه تا وریبل ما رو ایرر نگرفته اما چهار تای اولی رو ایرر گرفته. دلیلش است که چهار تای اولی در کلاس پرنت هستن یا در کلاس اولی هستن. پس کلاس چال در اینجا نتونستن که به کلاس پرنت به معلوماتش دسترسی داشته باشه. پس برای که این دو تا رو ما بتونیم از قانون سینگل لول انهریتنس داشته باشیم اضافه کنیم در اینجا باز نوشته میکنیم که اکستنس پرنت نام کلاسی که در اونجا داریم میخوایم به محتویات از اونا دسترسی داشته باشیم اونا رو نامش در اینجا اضافه کنیم. به لحظه ای که اینا رو اضافه میکنیم که extends parent باز میبینیم که همه variable هایی که در اینجا قبلا ایرر گرفته بودن اونا رو برای ما به شکل درستش نشان میده. مشکل وجود نداره، مشکل حل هستن. بعد میبینیم در اینجا کلاس اخیر تعریف میکنیم. نوشته میکنیم که کلاس در اینجا میشه که نام از اونا رو به نام use بگذاریم و در اینجا ما یک مین متد برشان تعریف میکنیم و بعد از اینکه مین متد تعریف کردیم دیگه چیزی خاص کار نداریم ما در اینجا. فقط از کلاسی که میخوایم معلوماتش در اینجا داشته باشیم از یک آبجکت ایجاد میکنیم. نوشته میکنیم child ch مثلا میشه به نیو و بعد child. در اینجا یک متد داریم به نام info. نوشته میکنیم ch.info میتودی که در اینجا داریم باید اونا رو کال بتونیم. در صورتی که کال نشه به این معناست که اکسس یا قابلیت دسترسی رو ما نداریم. میبینیم که وقتی انفو رو شما دات می نویسین آی انفو نوشته میکنین انتلسنسش ظاهر میشه. این شکل دیگر نوشتن کود
به شکل سینگل لیول انهرتنس هستن که یک کلاس پرین داریم، یک کلاس چایل داریم، اما معلومات کمی متفاوت هستن. یک تعداد معلومات از کلاس پرین هست و یک تعداد معلومات از کلاس چایل هستن. بعد برای که این کلاس ما اجرا شود، چون کلاس مین اصلی یا کلاسی که بده و مین میتود است، کلاس یوز هستن. پس در اینجا بین کلاس یوز را تعویض کنین با کلاس پرینت در اینجا که داریم. اینا رو بین رنیم برشان اضافه میکنیم و نوشته میکنیم که use.java. و بعد وقتی که را ذخیره میکنیم میبینیم که نام کلاس و نام فایل ما در اینجا تغییر کردن به use.java. و دلیلی که کار میکنیم ایست که به خاطر از اینکه مین متد در کلاس یوز هستن و همچنان در اینجا چایلد و پرنت برای ما ایرر نشون میده، مشکل تکنیکی نیستن یا کدام مشکل دیگری وجود نداره، چون در اون مین متد نیستن، از اول هاست ایرر نشون میدن. بعد میم در اینجا سی ام دی یک بار باز کنین و بعد در اینجا سی دی دسکتاپ، موقعیت فایل ما در دسکتاپ هستن و بعد در اینجا سی دی اوپ، موقعیت فایل ما داخله اوپ هستن و در اینجا میبینیم در داخل فولدر به نام اوپ فایل هایی که وجود دارن، فایلی که من نیاز دارم به نام use.java هستن. بعد cls و بعد جاوا سی و ایره پیستش میکنم و اینتر میزنیم میبینیم که آیا کدام مشکل وجود داره. نخیر، هیچ مشکلی از لحاظ ساختاری وجود ندارن. بعد بیایم در اینجا دوباره برای که اجرا شود داد جاوا رو بردارین و همچنان سی هم از اینجا بردارین. وقتی انتر میزنیم میبینیم که همه معلومات برای ما در اینجا نمایش داده میشه، در حالی که چهار تا مشخصات یا چهار تا معلومات این شخص در کلاس پرنت است: آیدیشان، نامشان، نام پدرشان و آدرسشان. اما سه تا معلومات از اینا در داخل کلاس چایلد هستند: منیجر و معاشش 20000 و کانتکت نمبرشان هم این نمبر است. اما زمانی که ما اجرا میکنیم همه از اینا را در یک بارگی میتونیم که در اینجا ببینیم. به این مفهوم است که کلاس چایلد تانستن که آیدی شخصا، نام شخصا، نام پدرش و همچنان آدرسش از کلاس پرنت به شکل انهرتنس بگیرن. و بعد زمانی که وقتی ما اجرا میکنیم، آبجکت از اینا رو که ایجاد میکنیم، همه از این معلومات من در داخل آبجکت کلاس چایلد که به نام سی ایچ است در اینجا ذخیره میشن. و هرگاه ما میخواییم که آنها را کال کنیم، میبینیم که در اینجا ch.info وقتی مینویسیم، به این معناست که معلومات وقتی که در کلاس چایلد میرسن، آیدی ست میه در اینجا ذخیره میشن، نامش میه در اینجا ذخیره میشن، نشان داده میشن، در حقیقت ذخیره شده هست، در اینجا آوتپوت میشه. فادر نمیش در اینجا باز هستن، آوتپوت میشه. آدرس، پوزیشن، همه یزنه، چون سیستم داده و داد پرینتلن کارش یا وظیفهش هستن که همش تلاوقات دیتا یا معلومات از داخل سیستم در داخل وسایل خروجی یا بیرونی برای ما نشان میدن. پس اینا رو وقتی که تکمیل میکنیم برای ازی که فایل ما اجرا شود، صرف هدفی که ما کلاس سیوم تعریف میکنیم امیستن، چون ما من متد در کلاس پرنت و در کلاس چایلد نداریم. من در من متد در کلاس سیومی که به نام یوز هستن در اینجا تعریف میکنیم و بعد از اینکه بخوایم ذخیره بکنیم هم اینا باید ذخیره شوه. در نخست وقتی ما فایل کرید کردم به نام پرنت ذخیره کردم و بعد اینا رو به نام یوز ذخیره کردم و دلیلش هم است که در اینجا من متد وجود داره. پس هر فایلی که ما بخوایم کامپایل اکزیکیوت کنیم باید در اون من متد موجود باشه. در این فایل هم سه کلاس است: دو کلاس فرعی هست، یک کلاس اصلی است. کلاس پرنت و کلاس چایلد در اینجا به عنوان کلاس های فرعی هستند. دلیلش به خاطر که در اونها من متد نیست، اونها کلاس ممبر داره اما من متد ندارن. و کلاس سومی ما که به نام یوز است، این من کلاس هستن، کلاس اصلی هست و دلیلش است که من متد در اینجا تعریف شده و هر زمانی که ما اجرا میکنیم هم کلاس یوز اجرا میشن. بعد زمانی که در اینجا در آوتپوت میم میبینیم که اینجا بس در آوتپوت بین کلاس ها نیست که کدام مشخصات در داخل کلاس پرنت است و کدام مشخصات در داخل کلاس چایلد هستن. پس ای بر یک پروگرامر چه فایده داره، چه خوبی داره؟ خوبی از اینا هستن که وقتی شما مشخصات داخل کلاس پرنت تعریف کردین، اینا رو میتونین در کلاس چایلد هم تعریف کردین و ای دیگه نیاز نیست که دوباره ما یک کلاس دیگه ایجاد کنیم به نام پرنت، باز دوباره آیدی مشخصاتش رو نوشته کنیم. فقط اینا رو به کلاس دیگه اکستند میکنین. وقتی که اکستند کردن به این معناست که تمام مشخصات
تخصصات کلاس پرن و کلاس چایلد برای کلاس بعدی قابل دسترس می باشه یا میتونه استفاده کنه. فرض کنیم که اینقدر کود ما در اینجا نوشته کردیم و بار دیگه اگه خواسته باشیم چنین کود را ضرورت داشته باشیم دیگه او را نمی نویسیم، فقط میم در اینجا کلاس جدید ایجاد میکنیم. بسیار کود محدود که در حدود 2 سطر یا 3 سطر کود هست به شکل داشته میکنیم. یک کلاس پرن یک کلاس نوشته میکنیم، یک متد تعریف میکنیم، آبجکت ایجاد میکنیم. وقتی آبجکت ایجاد کردیم اینا رو فقط متدی که در داخل کلاس هست رو کال میکنیم، دیگه بس تکمیل هستن. پس ببینید که ما وقتی بارهای بعدی ها یا دفعات بعد کد نیاز داشته باشیم دیگه نیاز نیست که همه کد رو بنویسیم، فقط اینقدر کد در آخر بنویسیم و اجرا میکنیم که به نام ریوزبیلیتی میگن، که یعنی بارها یک بار بنویسیم و باز هم میتونیم اینو دوباره استفاده کنیم. ده ها کلاس دیگر که شما در اینجا ایجاد کنین و میتونین مشخصاتی که در اینجا نوشته شده به همه از اینا دسترسی داشته باشین. از توجهتان تشکر.